د لوی بخون کې خدای په نامه دوستانو سلامونه او نیکه هیلې زما او زما د ټولو تخنیکی همکارانو ومنئ. د نجم القرآن په خبرونه کې زه ستاسو کوربه یم او خپل ټولو همکارانو لخوا هم تاسو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. او الله دې وکړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په ورځو او شپو کې طاعت، عبادت، بندگی او خالصانه عبادتونه مو د خدای جل عظمتو په دربار کې قبول او منظور وګرځي. د همدې هیلې په لرلو سره په اوسنۍ خپرونه باندې پیل کوو. په دې خپرونه کې هم د قاري صاحبانو ترمنځ رقابت په ډېر شدت باندې روان دی او دغه راز د خپرونې معزز او عالي قدر داوران هم حضور لري. دوی هم غواړي چې دغه رقابت په صحیح ډول د دوی ترمنځ ترسره شي تر څو غوره قاري یعنی نجم القرآن انتخاب شي. نور مو په تمه نه پرېږدم، د خپرونې پیل دی، تاسو ننداره کړئ چې انشاءالله تر آخره پورې څه کیږي. قاری صاحب سید جمیل از آیت 52 سوره مبارکه اعراف تلاوت میکنند، صفحه 157. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. قاری صاحب صد جمیل جان بسیار تلاوت زیبا ماشاءالله خیر ببینین، لیکن متاسف هستم که در این بار از شما لحن جلی صورت گرفت، یک جای تصحیح فوری شد که او یک نمره کسر میشه، مشکل نیست که خودتان هم متوجه شدین دفتن الا تأویلهو شد، پس تصحیح فوری شد، لیکن جای دیگه که او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اینجا فنعمل شما ساکن خواندین، یعنی اسکان المتحرک شد، حرفی که متحرک است ساکن خوانده شد. دیگه امو یک جای دیگه هم که قبلا اشاره کردیم الا تأویله، در ضمن از اینکه اشتباه لفظی شد، شما یک مشکل دیگه هم که دیده می شد بود که مد تبیر از یاد کردین، به این خاطر ما بسیار متاسف هستم. با وجود از اینکه چقدر زیبا تلاوت میکنین، چقدر ادای خوب دارین، چون تلاوت از طریق قرآن بود یه اشتباه صورت گرفت. بسیار عالی آقا صاحب، احسن خوب بود. ای حال که آیات بسیار مشکل برتون آمده بود، بسیار مشکل بود دیگه. در این حالت زمانی که آیات مشکل می باشد، دو فشار رو سر خود میارین، اولی که خود آیات مشکل، بعدش کوشش بر ازی است که چه رقم شوه که صدای خود زیبا بسازم برم در جواب و جواب. ما نیاز نداریم. شما ببینید زمانی که ارتفاع صدا میره بلند، تمرکز میشه با قسمت ارتفاع صوتی، تجوید میمانه که اساس از دیجا، مثل گفتن استاد احمدی. یک مطلب دوستا دقت داشته باشن، ببینین که در بحث ما کشش های لحنی داریم، البته در بحث تجوید اونو میگردانن دیجا، البته در بین المللی نیست. یعنی زمانی که می الا تاویل اینو نمیگردانن، اما دیجا در قوانین تجوید استاد احمدی میگردانن. دوستا دقت داشته باشن، اینا رو کشش های لحنی میگن، مدهای لحنی میگن، دقت شد. در بحث تجوید میگردم دوستان تمرکز داشته باشن. و دیگه ای که ما توصیه میکنم دوستان را که اساس تجوید است، سالم خواندن قرآن خیلی مهمه نسبت به از اینکه صوت و صدا و اینا. زمان قرآن سالم خوانده شد، خودش یک نغمه تولید میکنه، خودش در حقیقت زیبا میشه، خود غنه را آدم به مقدار خوب بکشه، خود از اون میشه یک نغمه بسیار زیبا. دقت کردین؟ پس تمرکز اساس در ازی باشه که مثلا اونو ارتفاع صوتی اگه بلند میره دیگه، باز میگه که اون اشتباهی دیگه رخ میده. ان شاء الله موفق معید باشه. قاری صاحب عزیز، قاری صاحب صد جمیل، با وصف از اینکه استعداد خوب داری، در بخش وقوف بسیار زیبا پیش رفتی، واقعا زیبا اما یک توصیه من به عنوان یک کسی که دمی کاروان قرآن کریم روان هستم این است که تنها اکتفا به، بازم تکرار میکنم، به گلچینی از آیات و از سوره های قرآن کریم نکنین. ببینین مشکل شما وقتی که در اشتباه لفظی میین، این بسیار هشدار خطرناک است برای کسی که تلاوت میکنه، در حسن تلاوت و اشتباه لفظی میکنه. ما خواهش میکنم که اگر حفظ ندارین، حداقل یک جز یا دو جز از قرآن کریم را هم حفظ بکنین و هم از روی مصحف زیاد تلاوت بکنین که این سبب بیشتر هم تجوید تطبیقی و هم همین مشکلات به حساب اشتباه لفظی شما حل میشه. خدا کنه که توجه بکنین، موفق باشین. ولا يستخفون من
قاری صاحب خدا داد از آیت 106 سوره مبارکه نساء صفحه 96 تلاوت میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله قاری صاحب خدا داد بسیار تلاوت زیبا ممتاز. مثل که شیخ صاحب بیشتر گفتن واقعا بعضی کشش های لحنی گفتین همه قسم است نه؟ که در تلاوت نباشه ایجاب میکنه نغمات کمو چیز باشه، لیکن تجوید اصل قرار داده شه. کنام توصیهشون همی بوده. مثل که قاری صاحب یک نمونه بسیار خوب است. قاری صاحب خدا داد با وجود از اینکه هم امو چیز مراعات میشه هم تجوید صدمه نمیبینه، یعنی کشش دارن بسیار کم، معلوم نمیشه که مد اصلی زیاد شده. صرف در یک جایی که افیمو به ما اوقدر خ
خوشایند نبود دیگه جای بسیار امو هم کشش لحنیش من فکر میکنم مراد شده و هم ماده اصلی را ماشاءالله ای امتیازتان بود خوبیتان بود که ما بیان کردیم خالص و در آخر که یک اشتباه شد و دفعتن تصحیح فوری شد مشکل نیست موجب کسر یک نمره میشه یه اشتباه لفظی محسوب نمیشه چون در عین زمان خودتان پسی را تصحیح کردین جزاکم الله خیرا احسنتم خالص رسولی عالی بود تلاوتتان خب آیات سوره نساء که مشخص است مشکل بود و در کل خوب در قسمت اکسسر ناهمانگی ها بود در بحث انتقالات خود لحن که آمده از باید انتقال که به سبا و یکی ابتدایی که بعضی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم وست این اسمی خروج لحنی بود بسم الله الرحمن الرحیم واستغفر الله و توازن است حتی میتونه بگی بسم الله الرحمن الرحیم واستغفر الله توازن با بسم الله ایجاد چون ابتدا ایره تمهید میگن اساتید مستی یعنی تمهید اونمو تمهید هم حالت حضور و خود چی باشه داشته باشه دیگه در کل ماشاءالله تلاوتتون خیلی فنی و بسیار عالی قاری صاحب خداداد عزیز موفق باشین خوب پیش رفتین لیکن توصیه ما ایست که میشه شما در مسابقاتی هم سر بخورین این هدف از برگزاری همچون مسابقاتی که تلویزیون ها برگزار میکنن دورنمایی است که شما در مسابقات قوی در آینده هم بتانه اشتراک بکنین اگر در یک مسابقه شما سر میخورین یا اشتراک خواد کردین که مسابقه بین المللی باشه و یک صفحه تام قرآن کریم اگر شما تلاوت بکنین باید به او هم آمادگی داشته باشین زیاد توجه کنین موفق باشین يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون قاری صاحب محمد یاسین از اول سوره مبارکه انعام صفحه 128 تلاوت میکنند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من آية
العظيم. ما شاء الله قاری صاحب محمد یاسین جان بسیار صوت زیبا دلنشین. قبلا هم ما بحث داشتیم خود تجوید زینت ادا و قرائت است. امام ابن جزری میگن و هو ایضا حلیه التلاوه و زینت الاداء والقراءه. زیاد تمرکز سر تجوید، اصل معیار تجوید است، تجوید فرض است. و جعل الظلمات مثلا تشدید درست ادا نشد، قسم جویدگی دهن بود فکر میکنم، که جویده بله. و همین قسم غنه ها کامل نمیشد، نسبت کمبودی نفذ بود یا هر قسم دیگه. و ما تأتیهم اینجا و ما تأتیهم همزه را مقلقل ادا کردین و اعاده کردین وقفش خود انشاءالله مربوط استاد مبین شاه رمزی میشه ملاحظه دارن. در اینجا در اعاده هم در تجوید باز مشکل پیدا شد که فکر میکنم ادغام ترک شد. به هر صورت بازم تلاوت در کل خوب بود، کوششتان زیاد در تجوید باشه قاری صاحب، جزاکم الله خیرا. ماشاءالله قاری صاحب احسنت، بسیار تلاوت خوب، استعداد بسیار خوب داریم و چندین بار مکررن به شما یادآور میشم بازم و شده بودم. قاری صاحب عزیز، قاری صاحب محمد یاسینی که ده بهترین راه یافتی، این کامیابی کم نیست و ایره به اصطلاح کم فکر نکو سرش. به هر صورتش در کل هر کس که قرآن را میخوانه واقعا اگر عرب است یا عجم است، یکی از اعجاز قرآن کریم هست که به هر صوت لذت خود و اعجاز خود داره. تنها همین لفظ قرآن کریم چقدر یک اعجاز عجیب و غریب خود داره که ما شما در این برنامه هر قاری را که میبینیم تلاوت میکنه تاثیر خاص خود داره و واقعا این کتاب مقدس و کتابی است که لا ریب فیه. اما در آیت آخری را که شما خواندین ابتدا را پس از سر آیت میگرفتین که وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، ای خوبتر می بود، ای که نفس شما کوتاهی میکرد، ای اگرچه توانم داشتین ممکن یک اندازه استرس همین مسابقه بالای شما تاثیر کرده باشه، موفق و کامگار باشین، در اینجا یک چیز نمره تان کسر میشه. و سلام علیکم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها. در برنامه فردا شب چهره های دیگری همرزم رقابت تلاوت قرآن خواهند شد. رجل منهم أن